سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که همچنان در خدمتتون هستم. این روزها ما مردم ایران در داخل و خارج در وضعیت بسیار هیجانی و تبالودی زندگی می‌کنیم. از طرفی بحث حمله و یورش خارجی به مملکت، از طرف دیگه استیصال مردم در داخل کشور، مشکلات عدیده‌ای که در این زمینه وجود داشته بود داره همچنان در 40 سال گذشته، همه وضعیت غیرعادی رو به وجود آورده. اخیراً در همین زمینه برخورد کردیم به اینکه یک درخواستی هم از گروهی 14 نفره، از در من البته 13 نفره، منهای یک نفرشون، این مسئله رو هر روز بیشتر و بیشتر تو جامعه، خواسته در جامعه خارج از کشور و رسانه های خارج از کشور مطرح شده میبینیم. به این معنا که درخواست کردن باید آقای خامنه ای استعفا بده و این استعفا میتونه که وضعیت مردم رو عوض بکنه. بعد از یک سری اعتراض ها گفتن که جمهوری اسلامی هم نباشه. من شخصا در زمره یکی از کسانی هستم که در مرحله اول این بیانیه رو امضا کردم، چرا که احترام به اون 13 نفری گذاشتم که به هر حالت به دلیل آسیب های فراوون اجتماعی در جامعه ایران باز این شجاعت و شهامت رو به خرج دادن و اسم و امضای خودشون رو در این لیست قرار دادن. به هر حال گذشته از اینی که این مجموعه 13 نفری رو الزاماً من فعال سیاسی نمی‌شناسم، ولی به هر حال آسیب پذیر اجتماعی 100% می‌دونم، کسانی هستند که به تنگ آمدن و باید که تقدیر کرد از این شجاعت و شهامتی که وجود داره. در این زمینه یک سری سوال مطرحه و اون سوالات اینه که آیا ما در این 40 سال گذشته مشابه این وضعیت نداشتیم؟ به این معنا که نمی گفتیم اگر که آقای خمینی بمیره مسئله ایران حل میشه، مسئله مردم حل میشه؟ آیا نمی گفتیم که اگر اصلاحات پیروز بشه دیگه مشکلی وجود نداره؟ آیا نمی گفتیم که اگر میرحسین موسوی رئیس جمهور بشه و جنبش سبز پیروز بشه همه مسائلمون حل میشه؟ آیا نمی گفتیم که اگر آقای روحانی با کلیدش وارد صحنه سیاسی دوران ریاست جمهوری 4 ساله و بعد 8 ساله بشه رفتیم رأی دادیم و همه این کارا رو کردیم؟ یک سوال مطرحه. هیچ کدوم اینها نتیجه ای رو که ما دنبالش بودیم رو به دست نیاورد. ولی واقعیت امر اینه که من در اوضاع امروز جامعه ایران میبینم آقای خامنه ای یا به مرگ طبیعی از بین میره یا استعفا میده یا با پسگردنی به هر حال کنار گذاشته خواهد شد. ولی آیا جمهوری اسلامی هم از بین خواهد رفت؟ این سوال رو باید پاسخ گفت. ما ناگزیر به این هستیم که پاسخ بدیم. ناگزیر هستیم که ببینیم که درخواستی که ما داریم به کجا میانجامه و به چه شکل میتونیم که به اون مرحله‌ای که دوستش داریم، آرزوشو میکنیم، به اون مرحله‌ای که بحث مسئله مردم ایران رو مطرح میکنیم، بحث آزادی و احتمالاً رسیدن به دموکراسی رو مطرح میکنیم رو بهش برسیم. من باور ندارم که اگر آقای خامنه ای استعفا بده همه چیز حل میشه. بهتره که ببینیم که جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار داره. من فکر میکنم جمهوری اسلامی رو اگر به این ترتیب نگاه بکنیم که از نظر داخلی مشکلات گسترده اقتصادی، مشکلات گسترده اجتماعی، بحث فرهنگی
به این معنا که به هر حال جمهوری اسلامی که بر این اساس به وجود آمده که مذهب و دین اسلام رو ترویج کنه، میبینیم که به جایی رسیده که به هر حال هیچ گونه نه تنها در این زمینه پیشرفتی حاصل نکرده، بلکه به ضد خودش برگشته. امروز مقامات حکومتی ادعا میکنن که دیگه در مسجد آدمی وجود نداره، دیگه نمازی وجود نداره، دیگه روزه‌ای وجود نداره. همه اینها مسائلیه که خود اونها مطرح میکنن. از طرف دیگه بحث شکل دیگرش مسئله سیاسی است. نه در داخل ایران آزادی وجود داره، نه امنیتی دیگه مثل این دورانی که دوران فریب آقای خاتمی بود. به هر حال تثبیت جمهوری اسلامی در طول این سالها باشه. بحثی که هست اینجاست که به نظر من جمهوری اسلامی با شکل این چنینیش به پایان رسیده. هیچ گونه تردیدی درش نیست. این شکل جمهوری اسلامی ادامه پذیر نیست. ولی آیا با استعفای آقای خامنه ای تمام خواهد شد؟ من باور ندارم. باور ندارم که به این شکل به انجام برسه. ببینید در داخل حکومت آقای خامنه ای و آقای روحانی و آقای فرماندهان سپاه و تمامی اینها از یک چیز وحشت دارن که نکنه جمهوری اسلامی بیفته، نکنه جمهوری اسلامی از بین بره. این سه گروهی رو که نام بردم از آقای خامنه ای و سپاه و آقای روحانی، درسته که سه تفکر رو دنبال میکنن. آقای خامنه ای به یه شکل میخواد حکومت رو نگه داره، آقای روحانی به شکل دیگری، سپاه به شکل دیگری. ولی همه این سه تفکر و سه گروه و سه دیدگاهی که وجود داره از یک چیز وحشت دارن، اون از بدنه سپاهه، که وحشت دارن که به هر حال به کودتایی بیانجامه و کل این نظام برانداخته بشه. حالا یه سوال باز داره مطرح میشه. در طول این 40 سال به دلیل این ترس و وحشتی که در حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته، ما شاهد این بودیم که بسیاری از فرماندهان سپاه، ارتش، همه اینهایی که امکان و احتمال این رو میدادند که بر علیه حکومت اقدامی رو بکنن، از بین بردن. آخرینش همین 2-3 ماه گذشته در رابطه با 220 نفری بود که از فرماندهان و افراد سپاه گرفتن که هیچ معلوم نیست سرنوشتشون به کجا انجام میده. اینها کیا هستن؟ اینها همونهایی هستن که حکومت فکر میکردش که ممکنه روزی به کودتایی بیانجامه و کل نظام از بین بره. من تصورم بر اینه که ما نگاه دقیق تری بکنیم، ببینیم که به این شکل به چه ترتیبی میشه به جامعه ای رسید که حداقل مردم ایران و هویت ایرانی و حکومت حداقل دموکراتیک و آزادی مردم حفظ بشه. در داخل کشور باور من در اینه که فقط نزدیک به 5% شاید عوامل حکومتی و خانواده هاشون هستن. درسته ممکنه که بعضی ها بگن نه، این میتونه 15% باشه. من میگم که بله، این هم ممکنه، ولی اون 10% اضافه به موقعش فرار رو برقرار ترجیح میدن. اون 4-5% که باقی میمونه که متشکل از رهبران و آقازاده ها و نمیدونم خانواده ها و جاسوسان خارج از کشور و غیره و غیره باشند، میتونه که مشکل آفرین واسه شون باشه. به همین دلیل مجموعه حکومت اسلامی که در همون 4-5% خلاصه میشه، همه تلاشش اینه که به شکلی جمهوری اسلامی رو نگه داره. آقای خامنه ای با همین ترفندی که جلوی امریکا میگه من میستم، سپاه با نشون دادن چنگ و دندون برای نمیدونم موشک و زیردریایی و غیره و غیره، آقای روحانی با التماس از غرب برای اینکه هر طوری شده حمایتش بکنن و اون
بتونه که تمام خواسته های غرب و شرق رو یک جا برآورده بکنه. مردم هم کاملا به این مرحله رسیدن، میبینن که آقای روحانی به هر حال اگر بیشتر از همه، از تمام این سردمداران حکومت در این 40 سال گذشته دروغ نگفته باشه و شیادی و فریبکاری نداشته باشه، من فکر نمی کنم یک کسی دیگه رو بتونی تو این 40 سال معرفی کرد. جمهوری اسلامی حکومتی است که مورد نظر غرب و شرقه. بازم یه دفعه دیگه اینو مطرح کردم، مورد نظر امریکاست. امریکا حامیشه، به این دلیل که به هر حال اگر جمهوری اسلامی نباشه، این میلیاردها و تریلیون اسلحه‌ای که توی این سالها فروخته شده، این 50 میلیاردی که به قول آقای ظریف تازه فروخته شده، هیچ کدوم اینها وجود نداره. باید جمهوری اسلامی وجود داشته باشه تا کشورهای عربی این خریدهای اینچنینی رو بکنن. در مورد آقای پوتین و روسیه، اگر جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، خب طبیعیه، بسیار طبیعیه که این سلاح‌های زنگ زده رو به کی باید فروخت؟ دریای خزر رو چجوری باید تصاحب کرد؟ در مورد چین، اگه جمهوری اسلامی نباشه، رئیس اقتصاد ایران کی میتونه باشه؟ چین با همین کالاهای بنجلی که دارن. در مورد اروپا، قراردادهایی که با جمهوری اسلامی میتونن ببندن، با یک حکومت مردمی که نمیتونن ببندن. در مورد عرب‌ها، اونها آرزوشون اینه که در یک منطقه مسلمون یک کشور دارای حکومت اسلامی باشه. منتها همون آدم‌های به خاتمی و نمیدونم روحانی و غیره رو میخوان که گوش به فرمان باشن. پس در نتیجه تنها دشمن جمهوری اسلامی 95% مردم ایران هستن، بقیه حامی جمهوری اسلامی هستن. اونهایی که در این رده قرار دارن که میخوان جمهوری اسلامی نباشه، به چه شکل باید برسن؟ من فکر میکنم که هیچ راهی وجود نداره. داخل کشور دستشون کوتاهه با مشکلاتی که دارن، خارج کشور خودمحوری هایی که دارن. مشکل جامعه امروز ما بی‌اعتمادی یک نسبت به اپوزیسیون وجود داره. من تشبیه میکنم مثل مرض سرطان که اسمش سرطان بی‌اعتمادیه و داروش اعتماده. این دارو چجوری به دست میاد؟ بارها این بحث رو من مطرح کردم، سال هاست دارم این بحث رو مطرح میکنم. کنفرانسی رو در همین زمینه ما گذاشتیم و در این زمینه صحبت‌های بسیاری کردیم با دو تا رئیس تلویزیون، از جمله آقای دکتر نوری‌زاده، در همینجا صحبت کردم، با آقای رمضان زاده در اینترنشنال صحبت کردم که بیایم و برای اینکه این بی‌اعتمادی بدل به اعتماد بشه، از این رهبرانی که وجود دارن دعوت بکنیم بیان بنشینن و مردم ازشون سوال بکنن. اینی که ما هر روز یه حزب درست بکنیم، یه سازمان درست بکنیم، دو ماه بعد، یه سال بعد، یه سازمان و یه حزب دیگه نمیدونم پیام بدیم، که قضیه حل نمیشه. که ما باید که مردم رو بخوایم ازشون که در مورد ما اظهار نظر بکنن. اون زمانی که اظهار نظر کردن میتونه اعتماد به وجود بیاد. وقتی که اعتماد به وجود آمد، میتونه سخنگوی اون 95% جامعه بشه و بریم به طرف یک حکومت دموکراتیک که من اعتقاد دارم لیاقت و شایستگیشو داریم. سپاسگزارم. Bum 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 b